بومی شدن صنعت نظامی و خودکف شدن در تجهیزات دفاعی باعث شده امروز ایران به رتبه‌های بالایی در ساخت سلاح و تجهیزات نظامی برسه و میتونه موشک‌ها و پهپادهای نظامی خودش رو بسازه. در ادامه این ویدیو می‌خوایم چند تا از تجهیزات نظامی ایران رو با هم بررسی کنیم. پس تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. اما قبلش یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. موشک هایپرسونیک فتاح. این موشک نظامی یه موتور کروی شکل داره و با سوخت جامد کار میکنه و به دلیل نوع حرکتش در جهت‌ها و ارتفاع مختلف توسط هیچ ضد موشک قابل انهدام نیست. این موشک 1400 کیلومتر برد داره و از دقت اصابت، سرعت بالا، قابلیت مانورپذیری و از توان پنهانکاری و عبور از سامانه‌های راداری برخورداره. موشک راهبردی و نقطه زن خرمشهر 4. این موشک با سرعت بالای سرجنگی که داره، زمان ورود به جو زمین با ویژگی رادار گوریزی و عبور از پدافند هوایی دشمنی که داره، مقابله با اون تقریبا محاله. موتور استفاده شده در این موشک یکی از پیشرفته ترین موتورهای سوخت مایع که با توجه به سوخت مورد استفاده، قابلیت ایجاد ایمپالس مورد نیاز برای بلند شدن موشک از سکو رو ایجاد میکنه. یکی از مهمترین ویژگی‌های این موشک قرار گرفتن موتور در مخزن سوخته که باعث کاهش طول موشک میشه. برد این موشک 2000 کیلومتر و وزن سرجنگی اون 1500 کیلوگرم و سرعتش هم در خارج از جو 16 ماخه. موشک ضد زره سدید 365. جدیدترین موشک تاپ اتک ایرانی و هدایت شونده با برد 8 کیلومتر که قابلیت انهدام انواع ادوات زرهی رو داره. این موشک با هدایت اپتیکی از دقت بالای در اصابت به هدف برخورداره و با قابلیت حمله از بالا، یعنی همون تاپ اتک، میتونه از سد سامانه های دفاع فعال تانک ها هم عبور کنه و اونها رو هم منهدم کنه. موشک پاوه. این موشک دستاورد در حوزه موشک‌های کروز زمینی با برد 1650 کیلومتر و میتونه در ارتفاع بسیار پایین در حدود 50 متری زمین حرکت کنه. این موشک قادر اهداف مورد نظر رو از مسیرهای پیچیده حتی از سمت مخالف هم مورد هدف قرار بده. موشک شهید حاج قاسم. این موشک 11 متر طول و 7 تن وزن داره و جدیدترین عضو خانواده فاتحه که 1400 کیلومتر برد داره. این موشک از سوخت جامد و مایل پرتاب از سرعتی معادل 12 ماخ در حین ورود به جو زمین برخورد داره و سرعت لحظه اصابت اون هم به 5 ماخ میرسه. موشک حاج قاسم میتونه از هر سپر دفاع موشکی عبور کنه و با توجه به انواع سرجنگی هایی که این موشک داره، قادر اهداف متعددی از استحکامات بتونی و اهدافی در اعماق زمین رو منحل هدم کنه. این موشک توسعه یافته موشک ذوالفقار و خانواده فاتحه میتونه تا 1700 یا 1800 کیلومتر ارتقا پیدا کنه. موشک شهاب 3. این موشک از نوع بالیستیک میانبرد با سوخت مایع. این موشک قابلیت اتصال کلاهک جنگی 800 تا 1200 کیلویی رو داره که بسته به حجم کلاهک جنگی اون دارای بردی بین 1300 تا 2100 کیلومتر. این موشک وزن معادل 16 تن و قطر به اندازه 1.3 متر داره و همچنین طول 16 متری از خصوصیات ظاهری این نوع موشکه. سامانه موشکی باور 373. برد کشف این موشک به بیش از 320 کیلومتر، برد رهگیری اون به 260 کیلومتر و برد درگیری اون هم به 200 کیلومتر میرسه. قابلیت‌های دیگه سامانه پدافندی باور 373: ارتفاع درگیری در 27 کیلومتر، کشف همزمان 300 هدف، رهگیری همزمان 60 هدف و درگیری همزمان در 6 هدف. هواپیمای ترابری سیمرغ. این هواپیما مطابق با استانداردها و مقررات بین‌المللی ساخته شده و سبک بودن، قادر به نشستن و برخاستن در باندهای کوتاه، چابک و سریع در خدمات رسانی از قبیل آمبولانس هوایی و قابلیت فرود در باندهای خاکی از ویژگی‌ها و کاربردهای ترابری این هواپیماست. جنگنده آموزشی یاسین.
این جنگنده 200 کیلومتر بر ساعت سرعت داره و دو سرنشین است. این هواپیما 12 متر طول، 4 متر ارتفاع و 5.5 تن وزن داره و بال این جنگنده 10 متر طول و 24 متر مربع مساحت داره. جنگنده یاسین از دو موتور توربوجت با قدرت رانش 3175 کیلوگرم بهره میبره که از نظر قدرت در رده موتور هواپیماهای جنگنده دنیاست. مسافت باندی که این هواپیما برای فرود احتیاج داره 700 متره. پهپاد قاهره 313. این پهپاد به عنوان یه هواپیمای بدون سرنشین پنهانکار مورد استفاده قرار میگیره. این هواپیما مجهز به سامانهای الکتروایونیکه و 14 متر طول و 5 متر عرض داره و از سطح مقطع راداری بسیار کمی برخورداره. قاهره 313 توانایی حمل 6 موشک هوا به هوا رو داره و میتونه در ارتفاع کم پرواز کنه. پهپاد شاهین. این پهپاد توسعه یافته نسل چهارم مهاجره. وزن این پهپاد 230 کیلوگرمه و به عنوان سنگین‌ترین پهپاد به حساب میاد. این پهپاد تو عمق 300 کیلومتری پیش میره و در زیر دماغه اون دوربینی به کار رفته که قابلیت بزرگنمایی تصویر تا 28 برابر رو داره. پهپاد معراج 532. از سری پهپادهای انتحاری که با برد 450 کیلومتر قادره تا ارتفاع 3657 متر به مدت 3 ساعت پرواز کنه و با دقت بالا اهداف مورد نظرش رو مورد اصابت قرار بده. پهپاد جمر مهاجر 6. این پهپاد مجهز به سامانه جنگ الکترونیکه و قابلیت عملیات و پشتیبانی جنگ الکترونیک و آفند الکترونیک علیه شبکه‌های ارتباطی دشمن رو داره. برد عملیاتی این پرنده بیش از 2000 کیلومتر و میتونه 150 کیلوگرم تسلیحات رو هم کنه. سرعت مهاجر 200 کیلومتر بر ساعته و میتونه 4 بمب هوشمند و نقطه زن اپتیکی حرارتی قائم رو در پایین بالهاش قرار بده. پهپاد کرار. پهپادی چند منظوره با موتور توربوجته که قابلیت حمل انواع موشک کروز و بمب رو داره. پهپاد ابابیل 5. این پهپاد یه موتور پیستونی و ملخی داره و ارتفاع پروازی اون 7620 متره و سرعت کروز اون 200 کیلومتر بر ساعته. ناوشکن تمام ایرانی دنا. این ناو از یه بدنه فولادی ساخته شده. این ناوشکن برای 28 درجه کجی طراحی شده بود که در میدان عمل 48 درجه کجی رو در شرایط طوفان تجربه کرد. ناوشکن دنا حدود 1500 تن وزن، 95 متر طول و 11 متر هم عرض داره و قادر حدود 30 گره دریایی معادل 57 کیلومتر در ساعت سرعت بگیره. این ناوشکن به 190 سامانه بومی پیشرفته و موشک‌های عمود پرتاب مجهز شده و میتونه با 16 هدف سطحی، زیر سطحی و پروازی درگیر بشه. خب دوستان عزیز، نظر شما در مورد تجهیزات نظامی ایران چیه؟ ممنون میشیم نظرات خودتون رو تو کامنت ها بهمون بگید. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید.